روما میگفت 65 تا نو پردازی تو داری، حالا از تقویم آریایی بگیر تا انتقاد دین و تا نقد قرآن و و شما همین گزارشگر، یه گزارشگر الان شما میشه دیدین گزارش میده. معلومات من از سال 2006 که اینترنت اومده یوتیوب، با یوتیوب هستیم و همون موقع 2007 اینا شروع کردیم، 8 شروع کردیم و تو یوتیوب حساب تنسا مال من بود، میگفتم آقا با این کد برای من از ایران تا جایی خبری شد مستقیم بفرستید. شما میتونید برام بهتون بدم از سر تا سر دنیا، شما میتونید برام برنامه‌های ویدئویی بفرستید از طریق یوتیوب، youtube.com/mehrtv، youtube.com/mehrtv. شما از این طریق میتونید مستقیم با تلفن دستیتون فیلم برداری کنید برای ما بفرستید، یا تو کامپیوترتون بذارید برای ما بفرستید، ما ازش استفاده میکنیم. به همه دیگه هم خبر بدید youtube.com/mehrtv، میتونید تمامی برنامه های خودتون رو، خبرهای خودتون، هر اتفاقی در ایران میفته توسط فیلم برای ما بفرستید. یاران مهربان، mehrtv.com هم میتونید برنامه ما رو اونجا روش ببینید. دستان گرم همه شما رو میفشارم و تا برنامه فرستادید زیادم بود الان دیگه همه شدن گزارشگر. خیلی خب نوپردازی مال ما بوده، میگفت که آره برای همین تو رو وقتی من برخورد میکنم اینور میبینم یارو هر طرز تفکری داره، یکی از دو تا از پنج تا از کتاب تو رو خونده، برنامه تو رو گوش داده، به تو محبت داره و همین محبت به شاهزاده رضا پهلوی هم هست. برای میگم گفتم نه بابا، به هر حال فرزند دو تا آدمی که ایران رو ساختن، ایران رو ساختن، من به دنیا نیومدم محمد رضا شاه اسم خودش میذاره آریامه، رضا شاه میاد چه تحولی. ما شاگردای دو پادشاه پهلوی هستیم. اون تو که هفته پیش در رابطه با تقویم و سالنامه 7000 ساله گفتم که پایه‌گذارش آریامهر است. عزیزان من، بدین رو امروز ما میتونیم ایران رو آزاد کنیم اگر بر این باور باشیم که هر کسی تغییر پذیره و تغییراتی صورت گرفته. عزیزان من، تغییراتی صورت گرفته در ذهن و اندیشه هر کسی پدید میاد. بعدم یک سری اختلافات خانوادگی رو شما نبودید تو بگیرن. آقا مثلا نور، من قبلا گفته الان میگم، نور اگه عروسی بکنه باباش اونجا نیست، مادرش اونجا نیست، حداقلش اینه که سیاست همسته باید بریم اونجا پیوند خویشاوندی رو انجام بده اونجا. و نکته بسیار مهم، ایشون خودش بارها گفته و آخرین بار تأکید کرد به همراه خانمش، ادعای پادشاهی نداره، ولی ما شهریاری رو میخواییم، ما شهریاری برای ایران میخواییم، ولی ایشون ادعایی نداره و میگه مثل یک انسان ایرانی آزاد و آزاده میخواد برای آزادی شما مبارزه و نبرد بکنه و حرف میزنه و کار میکنه. خب اینش خوبه دیگه، شما اینو باید بگیرین. شما، من و همه شما توصیه میکنم اگه زنتون خر مقدس مذهبی نیست باش هر کاری میکنید مشورت کنید. این رو من امروز نمیگم، این رو من توی این تقویم های آریایی میترایی از 40 سال پیش ما همیشه پایین این تقویم کلماتی داشتیم. 40 ساله که این تقویم در میاد، من پایینش مینویسم هر کار میخوای بکنی با زنان، ببینید تو با زنت مشورت کن، ارزش بذارید بزن، احترام بذارید بزن. بعد خب بعضی همونه میگن زن زلیل. خب زنش آقا میدونی زنت یه خواهد ترتیب یارو رو بده تو اذیت بکنی، یه جور میدی که تو باید خودکشی کنی بدبخت. خب زن نداری تو نمیدونی چیه. بعد بعضی هم میره، حالا احترام زنش اگه داره، خب او دیگه مشکل داخلی خودشه، به تو چه، هر چیزی رو میخوای بول کنی. نه بعد من بگم ها، من شخصیت و نازنین هایی که صداقت دارن میان نقد میکنن رضا پهلوی رو، ازشون سپاسگزارم. نقد کار بسیار خوبی است، همین نقده که موجب میشه انسان تغییر پیدا بکنه. به خاطر همین فرمایشات که شجاعت و دلاوری نادرشاهی رو، رضا شاهی رو در خودش داره، وقتی کسی میاد نقد میکنه، اونی که نقد شده باید سپاسگزار باشه. بحث رضا پهلوی نمیگه به اونهایی که منتقدش هستن شما برید فحش بدید، گفتم 17 بار شاید هم بیشتر یا 27 بار اومده اعلامیه داده، آقا به اسمش تلویزیون درف زده، داره پول درم میکرد نمیکرد، اکثر هم اومد گفت با ما نیست،
من یه کسی میاد یه کار کوچیک میکنه تا حالا گیر میکنم که آقا بگم نگم. خیلی اومدم تو تشکیلات من خیانت کردم، من نگفتم. ولی رضا پهلوی زود گفته رئیس دفتر داره الان. نداره که. چقدر آدم ها رئیس دفتری بودن، تخیلش رو من میشناختم. بعد که یه روز چیز میشد میاندن دفتر من بهش، بعد میگفتن شانزلیزه، میگفتن آقا تو که تا دیروز نوکر بودی تو الان چی شد؟ تو رئیس مسئولی دفتر بودی تو حالا آقا بالا سر شدی؟ خب به حق داری شما رو بندازی بیرون. موارد زیاد. حالا چون وقت ما خیلی کمه، من دلم میخواد شما این تیکه رو از دکتر شاهی نژاد بشنوید در رابطه با کمک های از وزارت خارجه تماسی گرفتن به سید دپارتمان که ما میخواییم امریکا، بله، که با شما گفتگویی داشته باشیم. گفتیم ما یه جریان فرهنگی هستیم، ما به وزارت خارجه کاری نداریم، نیاز به صحبت نداریم. گفتن نه، ما میخواییم که یه مقداری ببینیم شما دارین چی کار میکنین، چه خبره. و من گفتم ما چون کار سیاسی نمی کنیم اصلا ضرورتی نداره بشیم با وزارت خارجه صحبت بکنیم. به هر حال نمایندهشون اومد و گفت که یه جایی با هم بشینیم یه قهوه‌ای بخوریم. و من دو تا دیگه از دوستان رو گفتم، اومدن سه نفره رفتیم و این آقا اومدن که مشخصاتشون هم مشخص بود، قبل برای ما ایمیل زده بودن، چک کرده بودیم که آره بله بله از وزارت خارجه، بله. و ایشون صحبتی که کرد خیلی چشم ما رو باز کرد. گفت که پس از جنبش سبز کسایی که از ایران زدن بیرون اومدن که از بیشتر تو دار دسته میرحسین موسوی و هوادارهای خاتمی و کسا بودن که نمیدونم دفتر تحکیم وحدت و نمیدونم این دار دسته این تیپی تیپ مثلا اکبر گنجی و اونایی که تو اون مایه بودن، گفت اینا اومدن و برها هر کدوم یه بودجه‌ای و ما از وزارت خارجه به اینا اختصاص دادیم. و به من چند تا وبسایت گفت نگاه کن، من رو تلفن زدم نگاه کردم، دیدم همش مثلا گسترش دموکراسی و نمیدونم چیزای نقض حقوق بشر در ایران انجام شد و وبسایت های بی خطر بی خاصیت همه هم انگار از رو هم کپی کرده بودن. گفت اینا واسه این وبسایت دارن سال 300 تا 400 تا از ما میگیرن، یه زن شوهر اونجا نشستن هیچ کاری هم ندارن بکنن. 300 400 هزار تا دلار، بله. اون یکی 300 هزار تا مثلا قدیم که برای یه روزنامه 2 میلیون فرانک چه دادن. اون که میان و بعد میگفت از اینا زیادن، اینا همه اصلاح طلبای هستن که بیرون اومدن. گفتم خب شما پول اضافه دارین دور میریزین، اونا هم میگیرن دیگه، این مثلا ما چه کاریم؟ بعد گفتن که خب خوبه که شما هم بیاین ببینیم که شما که تشکیلاتی هستید، آدماتون بیشترن و به هر حال دارین زحمت میکشین، ما چه کاری میتونیم کنیم، چه کمکی بکنیم؟ گفتم هیچ، ما اصلا بودجه آنچنانی نمیخوایم، چون کار فرهنگی بودجه هر چقدر باشه میشه کار جلو برد، چون شما دارین یه اندیشه رو میپراکنی، شما که نمیخوای بری گردان درست کنی، لشکر درست کنی، از این خبرا نیست. و ایشون اصرار و از ما انکار. و بعد خیلی جالب بود، گفتم شما اصلا چرا به اینا دارین پولا رو میدید؟ خب این پول مالیات دهنده های امریکاست، شما یه بودجه دارین و چرا به اینا دارین میدین؟ اصلا چرا بودجه پخش میکنی؟ قرار نیست کاری بکنن. گفتم به اینا بودجه دارین میدیم که حالا سیاست های اوباما بود اون موقع که از دولت روحانی پشتیبانی کنن. ولی ترامپ رئیس جمهور بود، ترامپ رئیس جمهور شده بود، ولی تشکیلات و برنامه همون زمان اوباما بود، تازه ترامپ اومده بود دیگه. الان هم که همون موقعیت دموکرات هم اصلا وزارت خارجه همیشه دست دموکرات ها بود، ولی اینا دیگه خیلی آتیشون تو بود. گفتم ما از دولت روحانی در برابر افراطی ها میخوام پشتیبانی کنیم، دولت روحانی، آره، برای این به استاترابو پول میدیم. گفتم از نظر ما این مجموعه فرهنگی روحانی و ظریف، اسم ظریف رو ما، بله بله، روحانی و ظریف. گفتم از نظر ما این مجموعه اصلاح طلبش غیر اصلاح طلبش اینا همشون ضد ایرانی هستند، اینا همش به کشور ما آسیب زدن و تحت هیچ عنوان ما نه با این خط فکری موافقیم نه میخوایم کار کنیم. و حتی یکی دو تا رقم هم همینجوری تو صحبتاش گفت که مثلا ما رو تحریک کنه. گفتم بذار من یه چیزی به شما بگم. چی بود رقم ها؟ بگین خب. مثلا فرض کنیم صحبت مثلا 1.2 میلیون برای سال اول. چه صحبت هایی میکرد. گفتم بذار من یه چیزی به شما بگم. گفتم با یه هیئت امنایی داریم. من هستم. آقای دکتر اردشیر انوشیروانی است. آقای دکتر شیرزاد ابراهیمیانه. بهمن مالیزاده است. شهروز عشه. رامین فرهنگیه. آیا آریا صالحی است، همسر خودم آرتمیس است، این هیئت امنا. من پروانه میخوام همینجا درود بفرستم به این
مهربان یارانی که همراه با شما هستن، چون همه یکی از یکی فرهیخته دار و من خودم بینها ارادت دارم. سپاسگزارم. خیلی ممنون. بعد گفتم یه شورای هماهنگی داریم که دوستان هستن، آرش کمانچه هست، مرداد قنبری هست، آروین آدریان هست، یه مجموعه هستن کارهای رسانه‌ای میکنن، یه مجموعه هستن که کارهای کلیپ سازی رو انجام میدن. گفتم ببینید همه بچه‌ها، حالا بزرگان و بچه‌های مقدار جوان‌تر مقدار بزرگتر، گفتم چه اینا چه ادوایزرامون رایزنامون، گفتم همه دستشون به دهنشون میرسه. گفتم ما از جیبمون هزینه داریم میکنیم برای کارمون، ما اینجا سفره‌ای نیست که بخوام بعد بذاریم جیبمون. گفتم که من محکوم نمیکنم هر کیو که پول گرفته، شاید شما رفتین سراغ کسایی که نیازمندن، آدم نیازمند حسابش جداست. دست کم ما چون به اندازه خودمون دستمون به دهنمون میرسه، هیچ وقت نمیام استقلال خودمون رو در اختیار مثلا یه جایی مثل عزت خارجه امریکا قرار در امریکا باشید و همه تونم امریکایی دو ملیتی و اندونه سیتیزنی دونه. این شجاعت شما آقای دکتر شاهین شجاعت ایران آریایی است، خراسانی است، سیستانی است، کردی است، آتورپاتی است و واقعا درود داره. من بخاطر همین که دارم خواست این شهادت در تاریخ مبارزات ملت ایران بمونه، واقعا درود بر شما. عرض میکنم $50 اینا رد نمیکنن. بله متاسفانه. آقای دکتر بیاد روی خط تلویزیون 5 دقیقه صحبت کنه، مایی با این دلش خوشه برای دشمن کار بکنه. میخوام از برادرم مهندس امیر شجری سپاسگزاری کنم و دستان گرم به همه شما رو بفشارم، بگم تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار. Par David Abassi, écrivain et historien. نش شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. En tant qu'islamologue, connaissant parfaitement l'islam, le Coran et les pays musulmans, voici le plus important message que David Abassi souhaite adresser à tous les médias, les hommes politiques, les élus, les magistrats. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشگی پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبان‌های پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید. En vacances, en pause du travail, dans la file d'attente, dans le train ou dans l'avion. Achetez en un clic les livres de David Abassi sur Amazon et lisez tout de suite. Livraison instantanée. Achetez en un clic les livres de David Abassi sur Amazon et lisez tout de suite. Livraison instantanée. بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا را به زبان‌های مختلف با یک کلیک ببینید و بخوانید و بشنوید. ده‌ها کتاب روشنگر و تاریخی، صدها مقاله و نوشته و گزارش در نشریات نیمروز، فردوسی امروز، عصر امروز و صبح ایران. صدها مقاله با شخصیت‌های ایرانی و جهان. هزاران عکس در جایگاه‌ها و با شخصیت‌های جهانی. هزاران برنامه رادیویی، تلویزیونی به زبان‌های پارسی، فرانسوی و تازی. ده‌ها شماره از نشریات ارشاد، هما، شهر فرنگ، کیهان جهانی، رپورتاژ‌های تلویزیون‌های جهانی از تلاش‌های سیاوش اوستا، برنامه‌های اهدای نشان‌های افتخار از آکادمی‌های فرانسوی به سیاوش اوستا، صدها فستیوال‌های هنری جهانی، میهنی در مجلل‌ترین سالن‌های جهان، نمونه‌هایی از سخنرانی‌ها و بزرگداشت‌ها و انجام آیین عروسی به سبک